من عاشق سفر کردنم همیشه هم دوست دارم با یک پوله پشتی سبک سفر کنم او این چیه؟ شاید باورتون نشه ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم, هم در بیارم یا این بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین کافی اپلیکیشن پسنجر رو free دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام وسته های موجود رو ببینین با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از حزینه هاتون رو کاور کنین We are all با درودی مجدد خدمت بینندگان عزیز احتارش باقری هستم در کنار آقای اشرفی که در این یکی دو هفته در تلویزیون پارس بسیار شما محصولاتی رو که ایشون دارن ارائه کردن دیدید مصاحبه هم که من با ایشون کردم که خیلی خوشحالم که مورد استقبالم قرار گرفته بود جناب اشرفی که مبتکر جوان هستند که یک اپ درست کردن که این اپ بسیار به خصوص در جامعه ایرانی کاربرد داره و اون اپ نامش هست پسنجر اجازه بده از خود آقای اشرفی دعوت کنم که یک توضیح کامل و کافی راجع به این پ... اپ پسنجر چون خیلی تلفن داشتن به من زده بودن سوال میکردن راجع به اپ شما خدا شکر. آره. اول سپاسگزارم از اینکه سپاس. این منو دوباره تو برنامه خوب خودتون دعوت کردی. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خدمت رو کنم همونطور که تو برنامه قبلی مراجع به پسنجر صحبت کردیم پاسنجر اپلیکیشنی هستش برای انتقال کارا از هر نقطه ای از دنیا به هر نقطه دیگه که این انتقال از طریق مسافرین انجام میگیره و خدمت تو کنم که به چه شکلی هستش یعنی افراد بعد از اینکه میان اپلیکیشن رو دانلود از کجا دانلود میکنن؟ ببینید هر خب از روی آدرس ویب سایتی که هست یا میتونه از طریق کیو وارد اپلیکیشن بشن و تو اپستور هست دیگه بله یعنی مثلا تلفن دستی مثلا بله تو ا... هست اپل هست. دارن بله. میتونن دارن تو اپستورش بله. پسنجر رو تایپ بکنن بله. با به جای ای هم که سه برعکس باید باشه دقیقا که شما میفهمید میرن اونجا سرچ میکنن اپ راحت مثل واتساب مثل, مثل اپلیکیشن ها به فیسبوک خیلی یا مثل خیلی هر چیزی ساده ساده. که دانلود میکنن خیلی ساده دانلود میشه چیزی هم نداره که بخواد هزینه ای با بابتش با 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 بده اپلیکیشن باشه که پولی بابتش پرداخت بشه هزینه ماهانه ای نداره هیچ هزینه بر نصبش همین بله فری و رایگان خب. هستش خدمتتون عرض کنم که خب توی این هفته ای که گذشت با توجه به پیغام هایی که از عزیزان داشتیم یه سری نکاتی هستش که دوست دارم راجع به این اپلیکیشن بگم اه، ببینید اه، پس اینجا یک اپلیکیشنیه یک بستریه همونطور که شما جلسه پیش به درستی هم اشاره کردید دو دسته آدم داخلش میان دسته اول اونهایی هستن که باری رو دارن که میخوان در کمترین زمان و با حداقل قیمت به نقطه که دوست دارن ارسال بشه دسته دوم مسافرینی هستن که جای خالی دارن داخل چمدونشون و بنا حالا حس همدوستی و اینکه ما کمک بکنن منافع مالی که براشون در برداره داره قبول میکنن که این بار رو با خودشون ببرن حالا این بار میتونه مدرک کاغذی باشه بله. عکس باشه یا هدیه باشه یا لباس باشه یا هر چیزی هر چیزی کالایی کاملا مجاز قابل رویت که هیچ دردسری نه برای تحویل دهنده داشته باشه نه برای تحویل گیرنده این خیلی مشخص باشه البته ادمین اپلیکیشن به طوری برنامه‌ریزی شده که بارهایی که مشکوک باشن و اصلا ادمین قبول نمیکنه که داخل اپلیکیشن بذاره <تصفح> اه، و اینو از چه جا کردم یعنی اینکه اپلیکیشن پسینجر یک شرکت حمل و نقل نیست, میدونید یک بستریه برای ملاقات این دو دسته بله. میدونید به خاطر اینکه مثلا میدیدن بعضی عزیزان بعد از اینکه اپلیکیشن رو محبت میکردن نصب میکردن پیغام میدادن که خب ما اپلیکیشن شما رو نصب کردیم حالا بار چی داریم بدیم ما بخریم باری من ندارم بدم یعنی دقیقا اگه بخوام یه ذره ملموسترش بکنم برای مخاطبینتون میتونم مثالی بزنم از یک سری اپلیکیشن مشابه مثلا مثل اوبر ببینید اوبر چیکار میکنه؟ یک اپلیکیشنیه که میاد مسافر رو مرتبط میکنه با شخصی که در حال حاضر نقش راننده رو داره ایفا میکنه حالا این مسافر لزومن هم... ببخشید این راننده لزومن همیشه یک راننده نیست بله. بعضی وقتی میتونه مسافر بشه درسته. همینطور تو اپلیکیشن پسنجر هم امروز شما یه باری رو دارید و میخواید بفرستید جایی فردا خودتون آزم سفرید و میخواید این بار رو برای کس دیگه ببرید و حالا منافع مالی برای شما مثلا تعمیم میشه و کلیت اپلیکیشن پسنجر پس این استش که این دو دست آدم رو به هم مربوط, مربوط میکنه در حقیقت اینجوری یه ذره ساده تر من بگم شما اگر مسافری هستید هر جایی دنیا از پاریس دارید میرید مثلا انگلیس دارید میاید آمریکا میرید ایران یا از آمریکا میرید نمیدونم ترکیه میرید دوبه میرید ایران یا هر جای دنیا که میرید اگر امکان اینو دارین که در چمدونتون جایی هست برای اینکه یک باری رو از هر کسی بگیرید و ببرید خب هم یک کمی از هزینه های سفرتون رو جبران میکنه همین که خب میتونه برای کسی که این بار رو داره یک کمک شایانی دلیبان، باشه دلیبان. یعنی شما میاید آن... این اپلیکیشن اینه که شما الان به عنوان کسی که می‌خواید یه جنسی رو یه ت... منتقل کنید میرین اونجا مینویسید که من از مثلا نیویورک دارم میرم دوبی در تاریخ مثلا 25 سپتامبر دارم میرم و میتونم به اندازه مثلا نصف چمدون اگر کسی محصول چیزی داره من ببرم برایش یا کمتر یا بیشتر درست تا اینجا ببینید جناب این فرمای شما درست هستش این مسئله از سه هفته دیگه محقق خواهد شد ام. یعنی ما بعد از اینکه این اپلیکیشن تو این سه چهار هفته را افتاد با حجم عظیمی از مسافرینی طرف بودیم که گفتن خیلی خب ما بار داریم ولی داخل اپلیکیشن شما فقط جای برای گذاشتن بار هست یعنی اون دسته اول ام. به همین دلیل بودش که ما اومدیم الان در حال برنامه نویسی مجدد هستیم که من فکر تا 20 اکتبر آماده میشه ام. جای دیگه رو داریم در نظر میگیریم که همینطور که طبق فرمایش شما مسافرینی که تمایل دارن پیشا پیش برن و خودشون اونجا رجیستر بکنن بگن همونطور که شما فرمودید ما مثلا آزم فلانجا از این تاریخ تا این تاریخ هستیم باری رو داریم و میتونیم براتون به این ظرفیت ببریم در حال حاضر در عکسشه در حاضر فقط برای باره چرا چون روز اولی که ما استارت ای این کارو زدیم فکر میکردیم که اولویت رو بدیم به کسانی که بار دارن آه. چون تعداد کسایی که بار میخواستن بفرستن به سمت جایی حالا با نمونه میگیم ایران فقط میتونه ایران نباشه ماله. بفرستن جای یا قرار بود براشون بیاد خیلی بیشتر بود من بیشتر با اینجور آدم مواجه بودم نمیدونستم که خب مسافرین بسیار زیادی هستن که تمایل به انجام کار و اصلا یک نوعی یک کسب درآمدی براشون هست و این کار انجام میدن فرمایش شما از سه هفته دیگه قابل انجامه ولی در حال حاضر در حال حاضر قسمت اولش قسمت یعنی... اوله بله یعنی اینجوره که اگر کسی یک... مدرک ضروری داره یه جا میخواد بفرسته یک هدیه میخواد بفرسته برد. یا هر چیزی رو به هر شکلی میخواد از هر جایی به هر جایی بفرسته میره تو اپلیکیشن مسنجر پسنجر پسنجر میگم پسنجر. پسنجر. <تصفح> پسنجر. اینجا این اسمش هست کامل میتونین ببینین یادداشت بکنین که قشنگ بتونین اون اپلیکیشن رو دانلود بکنین برد. از تو اپ استورتون میرین اون تو میزنین ببینین چه کسی داره در از اون مسیری که شما میخواین مثلا از لس آنجلس داره مثلا میره به ترکیه داره میره به ایران چون میرین اونجا میگین که من یه دونه چیز میخوام من یک محصولی دارم اونجا نمی الان دیگه نمیبینن اونو الان فقط میتونم بگن که ما یه همچین محصولی داریم از فلانجا میخوام به این صورته در حال حاضر کسی که یه باری رو داره داکیومنت رو مثلا ما مثال میزنیم وارد اپلیکیشن که میشه تو صفحه اصلی اپلیکیشن اون وسطش یه علامت مثبت هست درسته. ادو میزنه یک سری نماد گالری میاد او. که مثلا میخواین عکس چیزی که میخواین بذارید و میخواید از توی آرشیوتون انتخاب کنید یا میخواین همین الان عکس بگیرید عکس رو میگیرن به مجردی که عکس رو گرفتن اپلیکیشن سوال بعدی رو میپرسه کاتگوریش چیه مثلا کمتر از دو کیلو بیشتر از دو کیلو حالا الان حضور ولی همش بعد سوالات بعدی طولش چقدره ارزش چقدره همه رو میپرسه مشخصات کامل, کامل. شما اونجا وارد میکنید وزنش چقدره بر... می نمیسه. بعد میپرسه چه پولی رو حاضرید بدید به مسافری که قراره برای ببره. شما ببره آفلیم. خب چون اون مسافر بالاخره با این باری که داره میبره واسهش مغروم به صرفه هستش دلسته. ببره یا نه اینو می نمیسه. در انتها وقتی همین کار انجام داد بهشون فر... یه کادری هستش که میتونه توضیحات اضافه ای رو بده هر چیزی که میخواد مثلا توضیح بده این بار مثلا میخوام اینجوری بشه اونجوری بشه مثلا در کنار این بار ممکنه فلان چیزم باشه حالا هر توضیحی که هست من نمیدونم چی هست توضیحات رو میتونه خودش منوال بده که مسافر اطلاع بیشتری داشته باشه که با چه باری طرف حساب هست و انتهاش هم مثلا هستش که میخواید این بار نهایتا تا چه تاریخی داخل اپلیکیشن بمونه و براتون ضرورت داره که فرستاده بشه یا تا چه تاریخ مثلا فرستاده بشه دقیقاً, دقیقاً یعنی اون،, اون،, گپ زمانی رو اون بازه زمانی رو اپلیکیشن مشخص میکنه و بعد از این رجیستر میشه تموم میشه ثبت میشه یعنی میاد ادمین چکش میکنه بعد از کمتر از واقعا مثلا دو ساعت ادمین اینو چکش میکنه و تاییدش میکنه میذاره داخل سامانه میذاره داخل اپلیکیشن حالا اتفاقی که میفته مسافرینی که از این اپلیکیشن مطلع هستن میان داخل اپلیکیشن الان بیشترین مخاطب ما در حقیقت کسایی است که مسافرن و میخوان یه جایی برن و میخوان یه بخشی از هزینه های سفرشون در کمکی هم به یه هموطنشون کرده میرن تو اپلیکیشن پسنجر اونجا نگاه میکنن ببینن تو اون مسیری که میخوان برن آیا کسی هست که جنسی رو میخواد بفرسته و آیا اون اندازه هست که بتونه ایشون ببرده بله، میره مثلا میبینه آقای اکرمی اونجا خواسته که یک مدرکی رو یک محصولی رو یک لباسی رو یک چیزی رو بفرسته از مثلا لس آنجلس به پاریس بله وقت اونجا خودشون ارتباط برقرار میکنن دقیقا. با دقیقا. نه بعد از این که بعد از اینکه مسافر بر اساس اون مسیری که داره باری رو انتخاب کرد یه قسمتی داره که کلیک میکنه که من این بار رو انتخاب کردم وقتی این قسمت انتخاب میکنه یه ایمیلی فرستاده میشه به اون شخصی که بارش رو گذاشته آها. که آیا بار تنوز موجود هست چون ممکنه حالا بنا به دلایلی حالا بار رفته باشه. باسته 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 باسته. خب یا رفته باشه, که دوباره یه تایید نهایی بشه بعد از اینکه صاحب بار اومدش و گفتش که بله این بار وجود داره اون موقع اپلیکیشن پسنجر از مسافر از مسافر میاد 6 دلار 99 سنت میگیره این ارتباط رو برقرار میکنه و این دوتا میتونن با هم صحبت بکنن در واقع اپلیکیشن پسنجر یک چرخه انتفاعی رو ایجاد میکنه بین سه دسته کسی که بار داره که میخواد مثلا یه نامه ای رو که اگه بخواد مثلا الان برای 48 ساعت دیگه جایی بفرسته حداقل با 170 دلار بداره میتونه با 20 دلار انجام بده نفر دوم مسافری که گوشه یا چمدونش خالیه میتونه یه کسب درآمدی بکنه نفر سوم اپلیکیشن پسنجری که این وسط فقط و فقط 6 دلار 99 سنت میگیره و این ارتباط رو برقرار کنه توی مسیرهای کوتاه هم مثلا حالا ما در لس آنجلس مثال میزنیم کسی که از لس آنجلس مثلا میخواد بره سن دیگو مثلا هفته دیگه جمعه میخواد بره میتونه بگه من دارم تو این مسیر میرم با اتومبیلم میرم این قدم جا میتونم ببرم اگه میخواد یه وسیله ای رو یه چمدونی ای رو این هر چیزی بله رو یک کامپیوتر یه چیزی میخواد برای هرچه. کسی بفرسته بفرسه میتونه بیاد با این شخص در تماس باشه و راحت از اونجا بفرسه مطمئن بره بله به مسیرش برسه شم. یعنی اینکه الان ما داریم مثال های سفر های هوایی رو میزنیم نافی مسئله نیستش که ما از سفر در اون شهر غافل بله. باشیم نه دقیقا همین مثال شما یه نفر داره میره سندیگو یه نفر داره میره ایروان یه نفر اصلا داره میره جای دیگه ای سکرمنتو میتونه ببینه آیا باری هست که به اون تاریخ سفرش میخوره و انتخاب کنه و با خودش آخه خود این یه بیزینس میشه اصلا بله ایده میتونن بله. به عنوان اینکه اصلا تو یک مسیری مثلا مثل همین بله مسیری دقیقا. که من گفتم بگم من, من هفته ای مثلا سه روز میرم اگر خیلی. کسی میخواد محصولی رو بده بده من ببرم مثلا بله با این بنزین دلار کالونی آره. 7 دلار خیلی دقیقا. 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 حتی <laughs> من فکر میکنم این کمپانی که حمل و نقل میکنن آگهی میکنن مثلا ما جنس شما رو میبریم به مثلا ایران فلان اونا میتونن به راحتی از این اپلیکیشن خیلی بخنه. الان خیلی از آژانس‌های مسافرتی با ما در تماس هستن میگن ما مراجعین بسیار زیادی رو داریم که باری میخوان روش چجوری هستش؟ ما براشون توضیح میدیم، اونا معرفیشون میکنن به ما بل. فقط چیزی که الان هستش ببینید، اپلیکیشن پسینجر یا اپلیکیشن نو و جدید بله. هست و ممکنه الان وقتی که عزیزان داخلش برن خب خیلی با بار زیادی روبرو نشن این به دلیل هستش که نو هست تعداد آدم‌های میدون... که ما این برنامه رو بکنیم که حالا بازم برمیگردم به اون مثال اوبر اوبر ف... نمیدونم حال چه سالی ولی فکر کنم 2011 12 که تازه راه افتاده بود حالا سالش الان حضور ذهن ندارم ولی اوایلش حالا هر سالی دقیقاً. بود من یادمه به این سرعتی که شما الان اراده بکنید مثلا با یک کلیک کمتر از 5 دقیقه ماشین دم پا... محل کارتون ایستاده باشه نبود یعنی بله. واقعا زمان میبره یا برای راننده ها هم اینطور نبودش اگه یه مسیر رو میرن در اون مسیر باز هم مسافری درسته. باشه که اونا رو برداره گذشته زمان آشنایی مردم با این اپلیکیشن میدونید این طبق آمار و احتمال آدم های زیادی که اومدن و با این اپلیکیشن آشنا شدن همه دست و دست هم دادن و جوری شده که الان در کسری از ثانیه شما به محض اینکه ماشین میخواین جلو پاتون پا بزن به محض اینکه راننده مسافری رو میخواد سریع تو هر نقطه یه مسافر براش پیدا های. میشه امیدواریم که حالا با همکاری و چی بهش میکن؟ مر... مردم میکنن با معرفی این اپلیکیشن این اتفاق برای پسنجر یه توضیح بیارد. کامل تر بدیم برای اینکه دوستان میخوان برن این اپلیکیشن رو دانلود کنن خیلی آرام بفرمایید که چجوری مل... چه جوری میتونن راحت ترین راهش فکر کنم از طریق اینستاگرام باشه برن اونجا ببینن که دانلود بخوام بکنن نه احبا... اصلا کاری نداره از طریق QR کد میتونن زن... آر کد که آخه بعد مثلا برن یا رو وبسایت اگه وبسایت چیت کدوم وبسایت میره وبسایت خود پسنجر میره همونجا میره اونجا دات کامه؟ بله همین پسنجر بله, بله همونی که اونجا هست خب میرن اونجا بعد مشخصه اگر تلفن های اندروید دارن قسمت اندروید اگر تلفن آیفون داره از طریق آی اس میرن خیلی ساده بعد میاد اسمشون رو میخواد یه ایمیل ازشون میخواد یه رمز ازشون میخواد میتونن برای این اپلیکیشن یه رمز جدید رو درست بکنن حتما همه بلدن بلده. این روزا دنیا یه جور چیزاست صد 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 خیلی ساده مثل سایر اپلیکیشن ها ثبت نام میکنن یه کدی براشون ارسال میشه بعد دیگه تموم میشه و بعد صفحه اصلی پسنجر میاد و روی موبایلشون هست ولی تو اینستاگرام هم که برم فایند مای پسنجر اونجا میتونن هم ویدیوهای بیشتری ببینن هم چیزای توضیحات بیشتری اون تو گذشته شده بله صد درصد توی اینستاگرام ما اگه تشریف ببرید توضیحات کامل از ابتدایی که وارد اپلیکیشن میشید حالا البته این نحوه ثبت نام هم هست که چیکار باید بکنن تا زمانی که میخواید باری رو بذارید یا اگر میخواید باری رو انتخاب بکنید کامل توی سه تا یا چهار تا فیلم به دقت توضیح داده شده خب از شما بفرمایید که در حال حاضر برای پسنجر کسانی که میخوان برن اول البته فرمودید که کسی که میره اینستال میکنه هیچ هزینه ای بابت هیچ یعنی اپلیکیشن پولی نیست نه فریه. اصلا فریه بر. کسی که اونجا جنسش رو میذاره که به در آینده هم میادش که حالا اون هم او چیزا همهش همش, همش فریه فقط همش فریه. تنها چارجی که شما دارید 6 دلار 99 اگر کسی بخواد ترانزکشنی بخواد انجام بخواد که اون اون قسمتی که بار میخواد انتخاب بشه اون ترانزکشن حالتی هستش که هر سه نفر سود میبره می یعنی یه چ... در واقع نمیشه چرخه یه مثلثیه که هم اونی که عرض کردم همونی که بار میذاره صاحب نفع هم اون مسافری که بار میخواد انتخاب بکنه یه نفع میبره هم اپلیکیشن پسنجر مگر نه فقط ببخشید این اپلیکیشن نه حجم زیادی از هاشون اشغال میکنه و اینکه هر زمانی که یه نیازی داشته باشن برای اینکه باری جابجا بشه یا انشاءالله مسافر هستن جایی میخوان برن اگر جای خالی بودن و به فکرشون بود که از این طریق کسب درآمد بکنن اون لحظه میتونن برن داخل اپلیکیشن چک بکنن و بعد استفاده کنن اون لحظه هستش که اگر اون ترانزکشن اتفاق بیفته اپلیکیشن 699 شارژش من یه بار دیگه توضیح ساده تری خدمت بینندگان عزیز این ابتکاری که باید اشرفی زدن من مطمئنم که در آینده ای نه چندان دور بسیار بسیار, بسیار پرکاربرد خواهد بود برای اینکه جاش در بین ایرانی های عزیز خالی بود سی... حالا برای کسایی که تازه الان به ما پیوستن شاید اول برنامه رو ندیدن دوباره توضیح میدم که اپلیکیشن پسنجر یه اپلیکیشن است بسیار ساده هستش که شما وقتی میرین این اپلیکیشن رو از توی اپستورتون یا از روی وبسایت پسنجر دانلود میکنید پسنجر رو حتما با این اسپلینگی که اینجا نوشته باید بزنین اگه باش... یعنی فقط به جای ای که اون وسط هستش بعد از پی به جای ای عدد سه انگلیسی زده میشه یعنی در ایه ای برعکسه یه ابتکار قشنگی هم زدن ایشون میرین تو پسنجر دات کام. اونجا میتونین اپش رو از طریق همون این چیزی که الان اینجا میبینید توی کیو بسیار ساده آره کیو آر توی وبسایت هم هست به راحتی میتونید اگر هم نمیتونید تو خیلی راحت این رو از رو روی اپستورتون حالا چه اندروید هستید چه آی او اس هستید دانلودش میکنید وقتی دانلود کردین دو سه تا مرحله خیلی ساده داره که میذارید و یه پسورد هم برای خودتون میذارید بعد هر وقتی که شما جنسی رو خواستید در حال حاضر در حال حاضر چون دو مرحله ای مرحله اولش حاضر این اپلیکیشن نوع منتظر استقبال که شما میکنین که به زودی حتما گسترش بیشتری هم پیدا میکنه میرید هر جنسی هر محصولی رو که میخواین هر جایی بفرستید چه مسیرهای خیلی دور چه تا ایران اروپا استرالیا هر جای دنیا میخواین بفرستید چه مسیرهای نزدیک از یک شهر خودتون تا شهر دیگه ای میخواین از نمیدونم به یک ایالتی به یک ایالتی دیگه بفرستید هر چی که دارید میرید اونجا میذارید عکسش و مشخصاتش و وزنش و اندازش و این حرفا رو میذارید و میگید که من تا تاریخ فلانی محصول میخوام برام فرستاده بشه حالا کسی که تو اون مسیر حالا با هواپیما میره با اتومبیل هر چی که میره میره نگاه میکنه بینه چه کسایی تو اون مسیری که میخوان برن این بارو رو گذاشتن خیلی راحت میرن انتخاب میکنن از طریق اپ پسنجر باشون در ارتباط قرار میگیرن و قرارشون رو میذارن و به این کار رو انجام میدن به همین شکلی که شما گفتید بازم توصیه میکنم اگر که میخواید از طریق اینستاگرام ما با آدرس find my passenger میتونید برید اون تو داخلش سه تا یا چهار تا فیلم آموزشی از اون لحظه اول تا اون انتها کاملا با دیتیل برای شما توضیح داده شد باز هم میگم هزینه ای برای شما نداره این یعنی اپ دانلود کنین حجم زیادی از سلفونتون یا هر آیپدتون یا هر چی که میذارید هزینه ظرفیت زیادی رو ازش نمیگیره و مطمئنم که میتونه هم برای شما صرفه اقتصادی داشته باشه بخشی از هزینه های سفرتون رو تعمین بکنه هم برای کسی که واقعا نیاز داره در یک زمان به خصوص این محصول یا این مدرک یا این بار هر چی که هستش به مقصدی برسه بسیار براش کارگشا خواهد بود دقیقا مثالش اینه که همین چند روز پیش یه بند خدای اینجا صاحب فرزند شد نیاز مدرکی داشتش از ایران آها. و واقعا کمتر از دو ساعت مسافری توی ایران پیدا شد که داشت میمد اون مدرک رو براش آورد همین دیشب هم به دستش رسید بسیار عالی ده. مرسی از توجهی که به این برنامه مرسی. داشتید میتونید برید روی پس www. البته www دیگه الان هم نیاز نیست بزنید ولی passenger.com رو که بزنید میتونید برید اونجا اطلاعات زیادی بگیرید اگر سوالاتی هم داشتید میتونید از طریق همون وبسایت مطرح بکنید بله دقیقا یا از طریق اینستاگرام, ب... اینستاگرام به ما پیغام بدید find my passenger روز و شب به شما خوش تا برنامه دیگر مرسی خدا نگهدار مرسی از محبتتون خدا نگهدار همگی من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه پوله پشتی سبک سفر کنم. او این چیه؟ شاید باورتون نشه. ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافی اپلیکیشن پاسنجر رو فری دانلود کنید و ببینید تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس find my passenger فالو کنید با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هاتون رو کاور کنیم. We are...